خوش آمدین به ادامه برنامه. تشکر از همراهی شما بیننده های عزیز. جناب قاری صاحب بودن در ارتباط با صدقه فطر و همچنان زکات صحبت کردن. امیدوار هستم همانان عزیز ما که خوش دارند که در حضور خداوند با یک توشه بسیار خوب بروند و بتانند آخرت خوب داشته باشند. انشالله دادن زکات، صدقه فطر و همچنان ختم و خیرات این موارد میتونه که ما و شما را نزد پروردگار عالم محبوبتر بسازه و ما به عنوان یک شخص با ایمان و یک شخص خوب مسلمان معرفی میشیم و میتونیم که جامعه را با کمک کردن ما از فقر و بیچارگی نجات بدیم. در کشور ما جوانان زیاده هستند که کارهای مختلف را انجام میتن تا بتانند از طریق کارهای خوبشان خدمت بر مردم کنند. امروز خوشبختانه جوان بسیار عزیزی را در برنامه دعوت کردیم که در ارتباط با فعالیت‌هایشان صحبت‌های می‌داشته باشیم. جناب شیردل صاحب دعوت می‌کنیم بیان با داخل استودیو. سلام احترام. سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشین. بفرمایید. بخیر باشین. تشکر. شیردل صاحب چی حال دارین؟ خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. بخیر باشین. عرض سلام درود دارم خدمت شما و تشکر از اینکه در برنامه آمدید. سلامت باشین. تشکر از شما، تشکر از تمام بیننده های تلویزیون خوب پیکان که ما را همین لحظه بیننده هستن. تشکر، سلامت باشین. جناب شیردل صاحب، ما از فعالیت ها و کارهای شما آگاهی دارم. نام خدا در بخش خدمت رسانی برای مردم و خصوصا برای جوان ها کار میکنین. اگر بیم مختصرا معرفی شیم و بریم روی فعالیت های شما، از خود شما بشنیم که شما در کدام عرصه فعالیت میکنین و چی فعالیت میکنین. بسیار خوب. جمعی از جوانای حرفه‌ای که مدت 10 سال میشه در بخش نتورک مارکتینگ ما یا هم بازاریابی شبکه‌ای تجربه فوق‌العاده دارن، اینها یکجا شدن به خاطر اقتصاد کشور، خواستن که یک کاری مفید را انجام بدن. و خواستن که سربازان اقتصادی این مملکت باشن. شرکت‌های بزرگی بودن در افغانستان آمدن کلاهبرداری کردن که ان شاءالله در ادامه برنامه با شما شریک خواهد ساختیم. اما برنامه‌ای که شرکتی که واقعاً بتونه در خدمت مردم باشه، واقعاً بتونه اقتصاد افغانستان را کنترل بکنه و جوانان را از بیکاری نجات بده، یک اشتغال زایی را به وجود بیاره، بالاخره این شرکت در سال 1399 815 جواز رسمی خود از وزارت صنعت و تجارت افغانستان جواز خود گرفت که بالاخره فعلا ما در 5 ولایت نمایندگی داریم. بیش از 2000 جوان است که با ما کار میکنه، روزی حلال کسب میکنه. نام خدا، نام خدا به توانایی و استعداد شما و جوانانی که این استعداد این توانایی را پیدا کردن تا بتانند از طریق سرمایه گذاری های کوچک یک روز تجارای بسیار خوب این مملکت شوند و بتانند با می ابتکاری که پیش رو گرفتن و بالایش کار میکنن به اقتصاد این وطن کمک کنند و ضربه بزرگ برای فعلا که مملکت ما دیده از نبود یک اقتصاد خوب و میاری هست که نمیتونیم سر پای استاد شویم. کاری که شما میکنین چقدر میتونه ای به نفع جوانا بوده باشه و از کجا شروع میشه اگر امی تای مراحل شا قصه کنین؟ بسیار خوب. قبل از اینکه من بخوایم کار خدا براتون بگویم، بله، یک بار تجارت سنتی را بررسی میکنیم. فرض بکنیم ما در تجارت سنتی اگر بخوایم یک جنس بخریم، میریم از دکان میخریم. بله. دکان از عمده فروش میخره، عمده فروش از تاجر میخره، تاجر بالاخره از فابریکا میخره. فرض کنیم که یک جنسی که 30 افغانی ارزش داشته باشه، ما او را 100 افغانی خریداری میکنیم. بله. چون مسئله دست به دست شدن است. فرض بکنیم یک زمانی تکنولوژی نبود، ما میخواستیم به شخص مخاطب خود نامه روان بکنیم، نامه را میدادیم به نامه رسان، پست رسان، بالاخره چندین دیس میشد، نامه به شخص مخاطب ما میرسید. یک ما هم در بر میگرفت. بله، اما امروز این کارا نمیکنیم چون تکنولوژی با یک کلیک کردن ما میتونیم با آمریکا و با اروپا وصل شویم. اما امروز خوشبختانه اگر این مشتری میتونه با فابریکا وصل شوه، با این تاجر و عمده فروش و پشتون فروش که به نظر من واسطه ها گفته میشه، با این واسطه ها به نظر شما ضرورت نیست. با ضرورت نیست، ما جنس 100 افغانی فرد تو خریداری نمیکنیم، 30 افغانی خریداریم. این تجارت بیرونی بود. تجارت نتورک مارکتینگ و یا هم بازار شبکه‌ای طوری است که ما مستقیم از تولید کننده و مصرف کننده جنس میرسانیم، بدون کدام واسطه، بدون کدام مصرف اضافی، جنس با قیمت ارزان و دست مشتری میرسه. بسیار فکر میکنه که تجارت سنتی خیلی معمول است و بسیاری کشورها از تجارت سنتی استفاده میکنن. تفاوت های زیادی داره. فرض بکنیم در قسمت تفاوت اول مسئله کیفیت است. اگر فرض بکنیم که
فابریکه جنسی را که تولید میکنه یک ماه پیش خود نگهداری میکنه، تاجر میگیره دو ماه نگهداری میکنه، فرض کنیم عمده فروش سه ماه و شش ماه در گودام خود نگهداری میکنه، بالاخره پیش دکاندار هم یک سال کمتر اضافه تر میمونه. بالاخره جنس هر قدر تاریخش بگذره به کیفیت میشه بخش. اما جنسی که از طریق نتورک مارکتینگ به دست مشتری میرسه در فابریکه تولید میشه، بعد از یک هفته دو هفته به دست مشتری، یعنی جنسی که تازه به دست مشتری میرسه. مسئله بعدی این است که جنسی که از طریق نتورک مارکتینگ میرسه هزینهش کم میگیره. مثلا جنس از بازار ما 50 افغانی خریداری بکنیم، میتونیم از طریق نتورک مارکتینگ 25 افغانی، 20 افغانی، 30 افغانی خریداری بکنیم که نتورک مارکتینگ و یا هم بازاریابی شبکه‌ای و یا هم فروش مستقیم یا مولتی لول مارکتینگ یک روش جدید زندگی هست. البته بیش از هزارها شرکت است که در سراسر افغانستان و در سراسر دنیا کار میکنن، فعالیت میکنن. شرکت های سالم و ناسالم وجود داره، شرکت های هرمی و شبه هرمی هستن، دیگه شرکت های خارجی هم هستن که در افغانستان دست دارن کار میکنن، دیگه شرکت های خیلی زیاد هستن که ضربه اقتصادی هم در این مملکت وارد کردن. دقیقاً. بسیار تشکر از جناب شیردل صد. یک میان برنامه کوتاه همکاران عزیز آماده کنین، ادامه صحبت ها را حتما با شیردل صد می داشته باشیم. یک وقفه بسیار کوتاه در خدمت شما قرار می گیریم. خوش آمدین به ادامه برنامه. تشکر از زحمت شما که برنامه را بیننده هستین. جناب شیردل صاحب، صحبت ها را ادامه میتیم در قسمت سیستمی که شما را اندازی کردین در افغانستان. اگر بیاین بگین که چقدر مؤثر واقع شده این پروگرامی که شما را اندازی کردین، آیا اولین بار شما ای را ایجاد کردین یعنی از قبل بوده شما ای را ادامه میتین؟ دقیقا از قبل بوده، البته با شیوه مختلف، با شیوه که ناسالم بوده. ما کوشش کردیم که یک شرکتی بسازیم که سالم باشه و مؤثر باشه. فرض بکنیم در زمانی حامد کرزی یک شرکتی آمد به نام گولد کویست که البته 600 700 دلار یک سیکل میفروخت، بعد دو تا سه تا جوانان شامل میشد که بالاخره سقوط کرد. یک گولد کویست خاص با یک چهره جدید وارد شد به نام کویسنیت. بالاخره در افغانستان آمد، بیش از 10,000 جوان باز هم ضربه اقتصادی زد، کلاهبرداری کرد و این هم باز هم از افغانستان فرار کرد که بالاخره مدتی 4 سالی میشه که به نام کیونیت آمده، بیش از 28,000 جوان بدبخت کرده، کلاهبرداری کرده. کی کیونیت؟ زمانی که اگر شما بخواید در این شرکت کیونیت وارد شوید باید 2000 و یا هم 2300 دلار یک ساعت بخرین. زمانی که شما این ساعت خریداری کردین باید دو دونه از بهترین دوست هایتان که مثل برادر است باید اینا رو شامل بکنین که 2300 2300 400 بله 4600 دلار باز برتون 200 دلار کمیشن داده میشه. همین قسم بازی دو نفر هر کدومشون دو نفر دیگه میاره، 4 نفر 8 نفر قسم شاخه شده میره. اما مشکلی است که فعلا در افغانستان مردم پول نان خوردن خود نداره، چی برسه که 2300 دلار بیاره یک ساعت بخره. البته میخوام خیلی کوتاه صحبت بکنم که شرکت سالم و شرکت ناسالم چه تفاوت هایی داره. شرکت سالم شرکتی است که مطابق اقتصاد همون کشور است. هر شرکتی که در هر کشوری فعالیت میکنه اقتصاد همون کشور در نظر میگیره. مثل که پیشتر گفتم مردم افغانستان در نان و روغن و پیاز و کچالو این مسائل ضرورت داره، نه در ساعت 4000 دلاری و 2000 دلاری. مسئله بعدی در شرکت های خارجی، در شرکت های ناسالم جنس مطابق تجارت سنتی همون کشور نیست. مثلا یک بورس فعلا در بازار 30 افغانی است، اما این شرکت های ناسالم یک بورس دندان 1100 2000 تا 2000 افغانی رو میفروشه. اگر ازشون پرسان کنیم که بورس دندان چی ویژگی داره، نمیفهمم که دندانش از طلا جور شده و پوشش از نقره جور شده فلان، یعنی با هزارها گپ های منحرفانهشون میخواد انسان جوانا رو منحرف بسازه. مسئله بعدی است که شرکت های سالم شرکت هایی هستند که نیازهای اولیه مردم در نظر میگیره. مثلا چیزهایی که فعلا ما در خانه ضرورت داریم با خریدن او میتونیم تجارت انجام بدیم. یعنی شرکت های هستن که به سه گونه هستن، هرمی هستن، شبه هرمی هستن و نتورک هستن. شرکت های هرمی شرکتی هستن که مثل گیم هستن، اصلا جنسی وجود نداره، از نظر اسلام حرام است.
$100 یا $200 پرداخت میکنی، بعد ده دانه دوستات میاری، باز هم قسم شاخه شده میره. شرکت های شبه هرمی گفتن بیا آل خود ما جنس نداشتیم، حالا خود ما فردم مردم فریب دادن نمیتونیم مثل کیونیت. بیا چیکار میکنیم؟ با هم مشاورین خود جمع کردن کار میکنیم که همین ساعت $100 را $3000 سر مردم میفروشیم، برای مردم ذهنیت میتیم که شما میلیونر میشین، کوی سرخ و سفید نشان میتیم، فلان فلان. بالاخره این کیونیت چی کردن؟ مردم فریب دادن. مسئله بعدی است که شرکت نتورک مارکتینگ اقتصاد مردم را نظر میگیره. فرض بکنیم یک آب مدنی در بیرون 10 افغانی است، شرکت غیر سالم یعنی آب مدنی را 500 افغانی میفروشه، اما شرکتی که سالم باشه این 10 افغانی نمیفروشه، 5 افغانی میفروشه. چرا؟ چون مسئله 5 افغانی همون مسئله دست به دست شدن و تاجر و عمده فروش و پشم فروش که واسطه ها بود میگیره. این مسائل است که شرکت سالم ناسالم، شرکت های هرمی شبه هرمی و شرکت های نتورک مارکتینگ از هم جدا میسازه. آها، من درست نگرفتم با چی تعداد جوان برای فعلا شامل امی شرکتی که شما گفتین شده و سرمایه گذاری کردن و فعلا نتیجه چی گرفتن بالاخره؟ در افغانستان تنها شرکتی که اونید نیست که 28,000 جوان وارد شده که میلیاردها دلار از افغانستان فرار داده شده. شرکتی که خارجی باشه پول در خارج میره، اما بسیار پولی اندکی کمیشن داده میشه. بله. و شرکت های زیاد است، مثل کرادوان است، میگا لایف است، اینا شرکت هایی هستند که هزارها جوان بدبخت کردن. دیروز یکی از جوان ها خواست مرا دعوت بکنه، گفت یک شامپو $1,000 است. پرسون کردم که این شامپو چی ویژگی داره؟ گفتن که نه فلان است فلان است. یک برس دندان گفتن 5,000 افغانی است. ما گفتم عزیز دل، خودت از افغانستان هستی، یک جوان هستی، برات احترام داریم، اما اقتصاد افغانستان در نظر بگی. مردم افغانستان فعلا در فقر زندگی میکنن، مردم فعلا نان خوردن نداره. ما بیایم $1,000 ساعت بخریم، $1,000 شامپو بخریم، $500 یا $200 یک برس بگیریم، خیلی جای تکان دهنده است که فعلا جوانای ما چشمشون بسته شده، چشمشون کور شده، نمیبینن. البته دور از جوانای خوبی ما، همون جوانایی که داخل چاه غلطه ده، دیگه جوانا رو میخواد که بدبخت بکنه، خودشون خود داخل چاه افتیده. بله. که اون واقعا یک ضربه خیلی اقتصادی است، چون این دلم درد داره. ما به نمایندگی از خودم صحبت نمیکنم، به نمایندگی از هزارا جوانی صحبت میکنم که امروز روانی شدن. 99% جوانایی که وارد کیونی شده امروز روانی شده. امروز فامیلای خود عزیز دادن، جوانایی بودن که رفتن طلای فامیلشان رو فروختن، اولی خود گرو کردن، اولی خود فروختن، وارد کیونی شدن، امروز این بدبختی را در افغانستان آوردن. بالاخره هم گم شده هست، فعلا هم هستن. متاسفانه از 28,000 جوانی که وارد کیونی شده فعلا فقط 3 نفر در پول رسیده، دیگه همه بدبخت شده. خواه این 3 نفر هم حتما اما کسایی هست که در رأس سازمان قرار داشتن. برای من بسیار جالب بود این کریم دندان اصلا 30 افغانی است. اموش که 100 افغانی بگیرید، اموش که 100 افغانی، 200 افغانی، 300 افغانی، اونمو کیفیت 30 افغانی را داره. فقط در شکل از این تغییر آمده، در مواد همون مواد 30 افغانی است. یکی که تجارت بالاش میشه شکل قوطی را تغییر دادن، یک عکس و یک زیبایی به او دادن و اون مردم دمی بازی میخوره که این سه رنگ داره بدندان فایده، در حالی که همین سه رنگ بدندان ضرر رسانه. دانشمندان بسیار گپ خوب اشاره میکنن، میگن به خاطر اینکه خود در مردم نمایان کنی، یعنی نشان میده که من بچه پولداری هستم، میری $300 یک کیف پول میگیری اما کیفت خالی هست. میگه این کارو نکن، $10 برو کیفی پول بگی، یعنی باکسی که جیبی بگی که داخل او $290 داشته باشه. فعلا شرکت های خارجی هم رقم است، $300 کیفی پول میگیرن، در مردم نشان میده که من پول دارم. اما اگر خدای نخواسته کدوم دوزی مسلحانه اینا رو بگیرن، کیف پولشون رو باز کنن، ببینن که خالی هستن، پس یا قرض میتن مجبور دیگه. شما سلامت باشین، صحبت های بسیار خوبی داشتیم در ارتباط به فعالیت های شما و همچنان بعضی شرکت های کلاهبرداری میکنن و جوان های عزیز ما را وادار به این میسازن که بیاین پول خود، سرمایه و زندگی خود شامل همین شرکت های بسازن که دروغ میگن به مردم. جناب شیردل صاحب، این بخش برنامه ما تمام شد، میرسیم به بخش اخیر برنامه. بخش اخیر برنامه ما معمولا هر روز یک فامیل فقیر دعوت میکنیم، فامیلی که بینوا هست، نداره امکانات زندگی، یا سرپرست خانه را دست دادن، یا مثلا مشکلات هست، مریضی دارن، نمیتونن بالاخره یک نان درست سر دسترخوان داشته باشن. ما یک مادر گرامی ما را دعوت کردیم، یا هم با چند دانه از فرزندانشان اکثر اوقات شب و روز به گرسنگی سپری میکنن. در این عصر تکنولوژی، در این عصر پیشرفت، دموکراسی و بالاخره هر چیزی که بگویم چقدر پول سرازیر شد در این وطن، اما متاسفانه هیچ وقت یک کار بنیادی صورت نگرفت که امروز در یک شرکت 1,000 نفر یا 5,000 نفر کار کنه، چی برای بانوها باشه چی برای آقایان.
ما زندگی خواهر ما را تصاویر گرفتیم، یک جا با هم میبینیم، بعدا نوار دعوت میکنیم، کمک که از طرف برنامه است، از طرف شما هست، برشان تقدیم میکنیم. موافق هستیم؟ بله، دقیقا. درست است. همکاران عزیز، اگر ویدیو آماده است، پخش کنین تا ببینیم. بفرمایید. عزیز، امروز آمدیم خانه یکی از هموطنان نیازمند دیگه ما و ایشان انتخاب کردیم تا برشان یک مقدار کمکی را کرده باشیم تا اینکه اینا روزگار بگذرانند. میریم داخل خانه و امروی خانم خانه میشینیم، صحبت میکنیم در موردی که زندگیشان چه قسم است و چگونه روزگار تیر میکنن. بله دوستان عزیز، پس میگه شما دیدین در تصویر اینا در شرایط خیلی سختی زندگی میکنن و شرایط بسیار برشان دشوار است و میریم از زبان خود مادرجان میشنویم در پالیما هستن و قصه خود کردن از اینکه وضع زندگیشان چه رقم است و چطور روزگار میگذرانن. مادرجان میشه شما بگین از مشکلاتتان، از اینکه کی کار میکنه در خانه، چند نفر هستین؟ ما در خانه 5 نفر هستیم. کار میکنیم اونم یک بچه ماست که غلطه گای میکنه بگی یا چهار تا اگه پیسه پیدا که چهار تا نان گرفته می، اگر نه که دیگه دوست دل خسته می. خودمون در خانه مردم کار میکنیم، یک چهار تا نان مردم، یک چهار تا کالای مردم میرم در جان چهار تا سقر میکنم. این شوهر مردگی گفت بچه‌م شهید شده. این تو روز مو تیر میشه دیگه، در سختی از داری از شوهر میشه که من اون پیدا نمیکنم که بخورم، پاشوی پیدا نمیشه که من یک لقمه نان سخت از پیش میمونم، یک پیاله چای دم میکنم میشینم میخورم که در یک تصویر اینم تو روز از تیر میکنم یه چطور کنم خدا جا. بچه 9 سالتون که گفتین کار میکنه، باز مکتب اینا نمیره، فقط کار میکنه؟ اونم کار میکنه، مکتب نمیره. یک اینم میبینیم بسیار بچه دیگه میره، اونو بچه های مردم تمام چیز خریده میخوری بعد وقت اینمو داشتم میتونم نداشتم بیار رو منان بایی کشام میتونم میخیده میره پگه مکتب میره. این دم مکتب اینم جا میرم. اینا نواسایتان هست گفتین، مادر اینا کجاست؟ مادرشون شوی که رفت دیگه. این بچه‌م که شهید شد آرش کلان یک سال زندگی کرد، آرش دیگه در چلی بچه‌م دادم آرش خوردم شوی کرد. این بسقرش پیش من هست دیگه، این بسقر من نگاه کشت دیگه هست. این تو روز زندگی هست دیگه، تیر میشه دیگه، عمر آدمی کمش رفتش دختر جنگ. سخت نیست دیسم نتان میرین کار میکنین خانه دیگه را؟ چطور کنم دیگه؟ نکنم هم نمیشه دیگه. منم کار میکنم که من چهار تا اولاد نگاه میکنم. اگر کار نکنم خانه بشم دمه که آمده میده؟ اونو بیگه شب همه یک جو تمسایی ما اینه میجه یک کاسه یک نان میره، یک شیه یک کاسه نان میره. دمون میره میجه میمونم میگه او بگه او بگه او بگه هم تشیده بودم نان پیش موندم دلم نشدم بخوردش. بچه‌ش یک کاسه واشک آمد گفت خاله گفت تنها شیشتی گفت نان خشک میخوری که مفتون چطور کنم خیلی نان خشک نخورم چی بخورم. اونم روز از زندگی از دیگه تیر میکنیم دیگه، نمو اول روز از دیگه هم دیگه همه که مردم گفتن که کمک گرفت دیگه گرفت دلیس هم دادیم نه کمک شد نه دیگه شد هیچ چی نشد. دولت هم کمک شد دم کمک نمید. بله ایزا، واقعا زندگی دشوار است. ای که نانوور خانه یک بچه 9 ساله باشه و ای که مادر خانواده با وجودی که 3-9 سالی ازشان تیر شده رفته خانه مردم کار بکنه، زحمت بکشه تا یک لقمه نان پیدا بکنه تا ای که نواسایشان بخوره. سخت است واقعا، نمیفهم چی بگویم. شما از جایی که میتونین کمک بکنین، دست همچنین خانواده را بگیرین تا ای که حداقل اولادشان بتونن مکتب برن.
خوش آمدین به ادامه برنامه. تشکر از همراهی شما بیننده های عزیز. مستند زندگی مادر گرامی ما را دیدیم. امیدوار هستم با دیدن تصاویر ما افسوس زیاد نکشیم، فقط کمک کنیم، دستگیر همچو فامیلا باشیم تا کمکی که داریم برشان برسانیم. با افسوس کشیدن و وای وای گفتن جای را نمیگیره بیننده های عزیز. کمک شما میتونه زندگی فامیلا نجات بده. جناب شیردل صاحب، شما هم دیدین وضعیت زندگی خواهر ما را. خیلی یک زندگی غمگینانه است، واقعا خیلی مرا واقعا غمگین ساخت. چیزی که من فکر میکنم این تاجرای ما، البته تاجرای خوبی هم داریم، بعض تاجرای داریم که اصلا غریبا را در نظر نمیگیره و یا نمیفهم که شاید در زندگی خود میگه گروسنه از دلی سیر چی خبر، از دلی سیر چی خبر. همین رقم میگه تو خودت خداوند غریب آفریده، فلان آفریده. به من باور هستن یک تعداد که میگه حتما لیاقت امیر داشتی که تو شدی. هم یک تعداد به من باور هستن. دقیقا همون رقم است. واقعا در این جامعه که ما زندگی میکنیم هزارها ایده، هزارها مفکوره وجود داره. واقعا خیلی جای تاسف است بر بعضی انسان هایی که اصلا انسانیت فراموش کرده. یعنی من بسیار تاسف میخورم. خاله جان، امیدوار هستم زندگیتون بخیر جور شوه، مشکلات شما بخیر رفع شوه. تشکر از اینکه در برنامه آمدین. خداوند براتون کمک کنه. از طرف برنامه برای شما یک قوطی روغن 5 کیلویی، یک نیم کیلو چای خشک، یک سر شکر داریم که از طرف بنیاد کودک برای شما داده میشه و همچنان 3000 افغانی پول نقد از طرف سردار ولی گران، تجار خوبی شهر ما، تجار مهربان شهر ما که همیشه وقت کمکاش برای مردم رسیده. این کمک ما برای شیردل صاحب عزیز تقدیم میکنیم. اگر یام کدام کمک دارن زمینه عزیز بسازن و انشالله که یقلا امی چند روزی که از ماه مبارک رمضان باقی مانده دسترخان شما رنگین باشه و همچنان امی کمک باعث شود که شما برای اولادایتان در عید یک کالا و یک چیزی بگیرین بخیر برشان. دیگر شیردل صاحب جوان دلسوزی هستن، همیشه وقت جوان ها را دوست داشتن، اما متاسفانه وضعیت افغانستان قسمی است که ما فقط همقدر میتونیم فعلا کمک کنیم. باقی را انشاءالله که تجارای عزیز هموطنان گرامی ما میبینند دیگه و دستگیر فقرا باید باشند. سلامت باشین. 3000 افغانی هم البته از طرف آیسوب گران که گفتین، تشکر از آیسوب که مثل اینها ولی دیگه هم باید همکاری بکنن. 2000 افغانی هم البته از طرف شرکت امام فاطر است که رئیسشان که مرا به نمایندگیشان روان کردن و 1000 افغانی هم از طرف بنده دیگه 2, 3, 4, 5, 6 هزار افغانی بس دیگه برگ سبز توفی درویش خاله یه خیر بینی خانی خدا همیشه سبزتر باشی بچیم، همیشه خدا هم نگاه کنه شما را. گفته نمونم که از طرف شرکت امام فاطر به مدت یک سال بیمه میشه در قسمت تداویشون در کلینیک شمس. من شماره شیردل صاحب بگیرین، مریض که دارین یا مریض فامیلی من رایگان در مدت یک سال دیگه رایگان تداوی میشه. خیلی مریض است، من تکلیف دارم، من قلب مشکل ندارم انشالله. خاله از طریق شرکت امام فاطر و همچنان کلینیک شمس دیگه همکار هستیم به مدت یک سال، از همین تاریخ که امروز است تا تاریخ سال آینده به مدت یک سال در قسمت تداوی مکمل رایگان است دیگه، اصلا تشویش نمیکنه. خاله خیر بینی خانی خدا همیشه سرتر باشه، خدا اولادتون بزرگ بود. سلامت باشید. خاله کار داده میشه باز همگی میکنیم، حتما به یو تماس بگیرین، میرین شما را مهم کارت بیمه شما باشه، بیمه براتون داده میشه. هر وقت اولادتون خودتون مریض میباشین میرین اونجا تداوی میشه. درست یک افغانم کسی شما نمیگیره، خاله درست پیسه نمیگیره کسی. بسیار تشکر، سلامت باشین. بینده های عزیز فکر میکنم که آیستا آیستا نزدیک شده. بله من یه همین سوی بچه دارم کار میکنم، تا بال نام دارم اینو بچه هم سوی را گفتم که خواهد انشالا کش میکنیم در آینده هم همکاری داشته باشیم. خیلی انشالا انشالا. خالا جان تشکر از شما، سلامت باشیم. شما تشکر از که همکاری کردیم کردیم و بخیر باشیم، سلامت باشیم، سلامت باشیم. خیلی رایتون اگرچه دورم بود دلتون نبود بیاین، ما گفتم نه بیاین شما چون در چهاری بین یک هفته تماس گرفته موتر استاد میکنم، موتر میگه که من نمیفهمم جایشه، من خودم هم نایده بودم، من تا بالا در جای رفتگی آدم هم نیستم، خودم یک ضعیف آدم هستم. اون خود دیدین در تلویزیون دیدین مادر عزیز، نیت تون پاک بود، برتون کمک شد، مواد هم داده شد. امیدوار هستم که اقلا عید خوب و خوش داشته باشین. درست است؟ شما میده خدا سلامت باشین. تشکر. آیستا آیستا نزدیک میشیم به وقت اذان محمدی و برای شما هم افطار خوب و خوش آرزو میکنیم. ما هم با مهمانان عزیز ما
آهسته آهسته میریم به طرف جایی که در نظر گرفته شده. شهردار صاحب بفرمایید، ما و شما سلامت باشید. میریم امی طرف و بیاین شهردار صاحب. شما اینجا بیاین. یک سفره همه تو فقیرانه در نظر گرفتیم برای مهمان و همچنان برای فامیلی که میایه. خاله جان شما هم بیاین. بفرمایید خاله جان جبش. بیننده های عزیز، کمک و یاری در ماه مبارک رمضان میتونه که واقعا ما و شما را به هانچی که آرزو داریم برسانه. وقتی که ما دل را خوش میسازیم، قلب خود ما خوش میشه، قلب عزیزان ما خوش میشه، روح عزیزان ما شاد میشه، کسایی را که از دست دادیم و خوشحال میشن که هنوز هم در روی زمین انسانیت وجود داره. فراموش نکنین که ما نمیتونیم با تنبلی یک دو نفر همه را تنبل بدانیم، با کمک نکردن یک دو نفر همه را در قطار بیاریم که کسی کمک نمیکنه. نه خیر، هنوز هم تجارای با عزت وجود داره در افغانستان، جوانان نیرومند وجود داره در افغانستان، کسای وجود داره، مادرای بسیار قهرمان وجود دارن که هیچ وقت دست به گدایی دراز نکردن، قهرمان بودن، با یک ماشین خیاطی زندگی خود را پیش بردن، با یک کاری که روزمره انجام میتن، کار بسیار ناچیزی است، با پختن بولانی پکوره، با کالا شستن در خانه مردم روزگار خود پیش بردن، یا قهرمان ها هستن و هر کدامشان حیثیت مادر برای همه ما و شما دارن. امیدوار هستم که ما با کمک ما بتانیم یقلا زندگی یک از این فامیل ها را جور بسازیم. خواهش معمی است که لطفا کمک کنین تا بتانیم فقر و بیچارگی از این مملکت دور بسازیم. میریم به طرف آذان محمدی. بعد از آذان فراموش نکنین پیام آخر می داشته باشیم و خداحافظی میکنیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرانتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن کریم. تشکر از همراهی شما بیننده های عزیز. خوشحال هستم که امروز هم خداوند بزرگ مجال عزیز داد تا افطار کنیم، شام در کنار شما باشیم و در خانه شما باشیم، از محبت و صمیمیت شما برخوردار باشیم. امیدوار هستم یک زندگی خوب و خوش با جمع از خانواده هایتان داشته باشیم. هر جای مسافر از بخیر به خانه برگرده و هر جایی که مریض از خداوند شفای عاجل برش نصیب کنه، شهدا را خداوند ببخشه و کسایی که در راه وطن جان میتن جایشان بهشت برین باشه. جناب شهردار صاحب بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. پیام آخرتان میشنیم. سلامت باشین. تشکر از شما که ما را دعوت کردین در برنامه زیبایتان. هدف ما، آرزوی ما، پیام ما و تمام مردمی است که دست فقرا را بگیره، دست فقرا را بگیره. اگر فکر بکنه که اگر یک شب روز فامیلش نان نخوره چی میشه، همین در نظر بگیره. اگر خودش گرسنه باشه باز میفهمه که فقر یعنی چی، گرسنگی یعنی چی. دیگه شاد باشین. بازم تشکر از شما. تشکر از حضورتان. خاله جان شما هم تشکر. خداوند براتون کمک کنه. نیت هر انسان که پاک باشه خداوند او را یاری میکنه. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر بیننده های عزیز، این بود برنامه امشام ما، امروز ما. امیدوار هستم شما عزیزا ما را همراهی کنین و از کمکایتان برنامه را مستفید بسازین تا ما بتانیم کمکای شما را به همچو فامیلایی که ندارن، توان پرداخت فیس دکتر ندارن، مریض هستن، ناتوان هستن، نان درست ندارن نوشیجان کنن. پس ما و شما بیاین وسیله شاییم این کار خیر تا بتانیم شکم یتیما را سیر کنیم، یقلا برای کسایی که در جنگ شورای خود دست دادن برای فعلا سرپرست ندارن، برشان کمک کنیم تا بتانن زندگی خوب و خوش داشته باشن. شب و روز خوش داشته باشین. ایام به کامتان همیشه با عزت باشین. الله نگهدارتون.